شما هستیم در بخش سرخط و منتظر تماس های شما هستیم. شما میتونید شریک صحبت و گفتگوی ما امروز در این بخش باشین. حتما خبری که در سایت های خبری مختلف نشر شده شما هم در جریان هستین که میعاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان در پاکستان که به تاریخ 31 دسامبر سال 2017 میلادی خاتمه یافت، بر اساس همو توافقی که شده بود و ارقام مختلفی که در سایت های مختلف نشر شده، یک جا گفته 6 ماه، یک جا گفتن یک سال، قرار بوده که این تمدید شود، اما بنا به تصمیم یک دفعه پاکستان این میاد کم شده و قرار است فقط تا ماه اول سال 2018 ماه جنوری این تاریخ تمدید شود و افغان های ما در پاکستان فقط بر یک ماه مهلت دارن که بیاین به افغانستان و جبران فرستاده میشن. اگر تا این میاد خودشان برنگردن، جبران گویا فرستاده میشن به افغانستان. ما امروز در بخش سرخط در رابطه به همین موضوع صحبت میکنیم. شما هم میتونین تماس بگیرید. بله، مهمان ما هم در این بخش عفیز احمد میاخیل هستند، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان اینجا با ما هستند. اگر شما هم دیدگاه نظری دارید میتونید نظریاتتون با ما شریک بسازید. جناب میاخیل صاحب سلام، صبحتون بخیر، بسیار خوش آمدید. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارتان و تمامی بیننده های تلویزیون. سلامت باشید. مریم جان از تصمیم پاکستان صحبت آغاز کرد، رشته کلامه و شما را از افغان هایی که مقیم پاکستان هستند، تصمیم اسلام آباد را که مربوط به می جریانات اخیر سیاسی و اقدامات اخیر آمریکا علیه پاکستان میداند، آیا به نظر شما همین طور است یا آب از جای دیگه مثلا آب میخوره این قضیه؟ تشکر. برگشت مهاجرین از اولویت کاری حکومت هست، اما این برگشت باید به صورت داوطلبانه، تدریجی، با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام یا برگشت 1.4 میلیون پناهنده افغان در مدت یک ماه بدون شک مشکلات را ایجاد میکنه، نه تنها هموطنان ما در پاکستان در این مورد نگران هستند، بلکه دولت افغانستان به خصوص وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و یک تعداد نهادهای بین المللی که دیروز ما با اونا جلسه داشتیم نگرانی خود در این زمینه اظهار کردن. بدون شک گاهی اوقات موضوع مهاجرت و پناهندگی با مسائل سیاسی یک جا میشه، یعنی موضوع مهاجرت یک موضوع بشری و انسانی است، باید از تمامی مسائل سیاسی دور نگه داشته شود، اما گاهی اوقات از پدیده مهاجرت من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میشه. خب یک صحبتی که وجود داشته در رابطه به اینکه یک توافق در اجلاسی که در استانبول بود صورت گرفت که این تمدید اقامت باید یک ساله یا 6 ماهه باشه، اما علتش چی بوده که یک دفعه پاکستان این تصمیم گرفته و یک ماه مهلت داده به مهاجرین افغان؟ خب 1.4 میلیون پناهنده افغان که در پاکستان زندگی میکنن، اینا در چارچوب یک تفاهم نامه 3 جانبه به صورت قانونی در پاکستان هستن. یه ارقام قانونی بود که شما؟ بله، این 1.4 میلیون خب حدود یک ماه قبل یا 1.5 ماه قبل ما در استانبول یک نشست 3 جانبه با دولت افغان پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان داشتیم. در اون جلسه به سطح وزرای دو کشور، یعنی وزارت سرحدات و امور قبایل پاکستان با وزارت امور مهاجرین تفاهم کردند که مدت اقامت پناهندگان افغان را تا پایان سال 2018 تمدید خواهد کرد، اما مشروط بر این که امو سندی که امضا شده بود میان هر سه جانب این سند از سوی کابینه پاکستان تصویب شود که بر روز چهارشنبه گذشته این سند به کابینه پاکستان پیشکش شد. کابینه پاکستان فقط یک ماه تمدید کرد مدت اقامت پناهندگان افغان که بدون شکی ربط داره با مسائل سیاسی. در عین روز کابینه پاکستان در آجندایشان اظهارات اخیر دونالد ترامپ هم شامل بوده و موضوع تمدید پناهندگان افغان هم. خب این می رسانه که این موضوع ربط داره با اظهارات اخیر دونالد ترامپ که در ارتباط به پاکستان داشت. بله. جناب میاخیل صاحب، یک محصل از پاکستان پیام گذاشته، کمال جان، گفته سرنوشت محصلین چه خواهد شد؟ کسانی که مثلا صنف 2 هستند، 3 هستند و یا هم سال اخیر و سمستر اخیرشان هستند.
نه تنها محصولین نگران هستند بلکه تجار بلکه تمامی هموطنان جنسی از همین کسا محصولین هم شمرده میشن دقیقا تعداد زیادی از هموطنان ما نگران هستند چون برگشت زینا در مدت یک ماه امکان ناپذیر است موضوع تحصیلی و موضوع آموزشی است تعداد از هموطنان ما کاروبار دارند تجارت اوجا آغاز کردند برگشت زینا مشکلات را ایجاد میکنه به همین منظور ما روی آمادگی های اضطراری بر برگشت کننده ها دیروز یک جلسه داشتیم با نهادهای ملی و بین المللی ما تلاش های دیپلماتیک هم در این زمینه آغاز شده بدون شک وزارت معارف اگر چنین یک حالت رخ بده وزارت معارف در این زمینه با ما کار میکنن چون تنها وزارت امور مهاجرین نمیتونه به تمامی مسائل رسیدگی کنه به تمامی مشکلات برگشت کنندگان پاسخ بده پس یعنی ما آمادگی ازی را داریم که این وضعیت تحمیل شده را بپذیریم به نحوه خب اول تلاش هایی است که تلاش های ما دیروز یک جلسه اضطراری داشتیم به اشتراک نهادهای ملی و بین المللی در اون جلسه روی چند مورد تاکید شد و صحبت شد اولی که مذاکرات شروع میشه با پاکستان گفتگوهای دیپلماتیک آغاز میشه از سوی دولت افغانستان اتحادیه اروپا UNHCR IOM و تمامی نهادهایی که دخل هستند در این مسئله این گفتگوها آغاز شده سفارت پاکستان تلاش ها را آغاز کرده و همچنان خب تلاش میکنیم تا پاکستان قانع بسازیم که یک فرصت کافی برای هموطنان ما بتن تا اینا بتانن در همو فرصت به کشورشان برگردن در قدم دوم روی آمادگی های اضطراری برای برگشت کننده ها صحبت شد نهادهای ملی و بین المللی آمادگی های خود نشان دادن و تعهد همکاری کردن در این زمینه قرار است به زودی یک هیئت که متشکل از یونما نماینده اتحادیه اروپا و سایر نهادها هستند اینا به پاکستان سفر کنند و در ارتباط به تصمیم اخیر پاکستان با مقامات پاکستانی صحبت کنند از گفتگو زمانی که صحبت میشه ما سال پار سالهای گذشته هم شاهد نشست هایی بودیم نشست های سه جانبه بودیم که حکومت افغانستان حکومت پاکستان و کشورهای دیگه که زی دخل هستن نشست هایی داشتن پیرامون سرنوشت مهاجرین در پاکستان اما قناعت بخش نبود ثمرش هم چندان ثمر بخش هم نبود آیا به نظرتان این گفتگوها تا کجا میتونه که کمک بکنه سرنوشت مهاجرینی که در پاکستان هست؟ پاکستان سره منگه هر کال در افغان کډوال و دستونزو پاره درې اړخیزی ناستی لرو په هغه ناستو که در افغان کډوال و دستونزو پاره خبرې کیږي او دغه وروستۍ ناسته ما مخکې یادونه وکړه چې په استانبول کې جوړه شوه د ناستو نتیجه هم همدغه ده چې زموږ هیوادوال هلته په قانوني ډول اوسیږي هر کال د دوی د اوسېدو موده غځول کیږي نو د دې ترڅنګ تیر کال موږ له پاکستان سره هوکړه وکړه چې د کډوالۍ مسله باید سیاسي نه شي دغه ستونزه لا هم پر ځای پاتې دغه ناستو خپله پایله درلوده په ناستو کې پر دې باندې توافق شوی چې د افغان کډوالو راستنول باید په تدریجي ډول وي په عزت او د دوی په خوښه باندې چرا همیشه وقتی که بعضی موضوعات سیاسی بین پاکستان و کشورهای مختلف دیگه مطرح میشه باز این فشار بالای افغان ها وارد میشه و یک تشویش ذهنی بر مهاجرین افغان در پاکستان ایجاد میشه خب اصلا باید چنین یک کار نشه چون موضوع مهاجرت یک موضوع بشری و انسانی است و ای باید از تمامی مسائل سیاسی دور نگه داشته شود با وجودی که ما سال گذشته با پاکستان تفاهم کردیم که موضوع مهاجرت باید سیاسی نشه اما تا هنوز مشکلات وجود داره و راه حلش ای است که ما به صورت داوطلبانه و با عزت زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم تا ما بر همیشه از این مشکل نجات پیدا کنیم خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب امیر خلصب سازت خوش آمدید تشکر میریم به طرف میان برنامه کوتاه پس از او هم در اخیر برنامه بخش موسیقی در خدمتتان قرار میدیم